کسی که میترسه که چطور به یک دختر خانم نزدیک بشم. در این صورت اولین کاری که ما باید بکنیم این هستش که بیایم این ترس‌های خودمون رو بشناسیم. کسی که از این میترسه که نکنه که با کسی آشنا بشم، ازدواج کنم، منو ترک بکنه. از این میترسه به دیگران نزدیک بشه که او رو رها بکنن. یعنی ترس از رها شدگی داره. اولین قدمی که ما در قبال ترس هامون داریم اینه که ترس های خودمون رو بشناسیم. وقتی که شما ترس های خودتو بشناسی، روی کاغذ میاری، موجب میشه که نسبت به اونها آگاهی پیدا بکنی و بفهمی که این ترس من منشأش کجاست. مثلا کسی که از رها شدگی میترسه میاد بررسی میکنه، میبینه که بله در کودکی مادرش رو از دست داده، یا مثلا به خاطر اینکه از اون مراقبت های ویژه ای انجام نشده، برآورده نشده، پدر سختگیری داشته، مادری داشته که سلطه جو بوده و دائم او رو کنترل میکرد، این کار رو نکن، این کار رو بکن، بیرون نرو، با کسی حرف نزن، با جنس مقابل خودت صحبت نکن، جنس مقابل میتونه خیلی بهت آزار برسونه. همواره او از این که در مقابل جنس مقابلش قرار بگیره ترسونده شده، لذا وقتی که بزرگ میشه جنس مقابل خودش رو میبینه، تمایلات درونی او، نهاد او به او دستور میده که برو جلو. اون حس لذته که میخواد با طرف مقابلش ارتباط برقرار کنه، ولی اون پیام‌های والدینی او همواره او رو از کودکی، از این که بخواد با جنس مقابل رو در رو بشه میترسوندن. لذا خودش هم تعجب میکنه وقتی که یک دختر خانومی رو میبینه یا یک آقا پسری رو میبینه، جرأت این رو نداره بر اون پیام‌هایی که از کودکی به او داده شده غلبه بکنه. لذا اولین کار اینه که ما ترس‌هامون رو بشناسیم، ریشه‌ش رو بدونیم کجاست. وقتی که ریشه‌ش رو دونستی کجاست، شما اون ترستون در مقابل شما خلع سلاح میشه و میتونید با آگاهی خودتون در حقیقت بر این ترس‌های خودتون غلبه بکنید. دکتر فاطمه آذرتاج، مشاور خانواده، مدرس دانشگاه و درمانگر جنسی.